نرمش در مقابل آمریکا خشونت در مقابل با مردم حسن روحانی آخر وقت روز سهشنبه دوم مهرما در 68 مین اجلاس سازمان ملل سخنرانی کرد روحانی طی سخنانش که از قبل تهیه شده بود آمادگی رژیم جمهوری اسلامی برای سازش با دولت آمریکا و سایر دول غربی را اعلام کرد روحانی اعلام کرد در صورتی که حقوق رژیم اسلامی در زمینه تولید انرژی هسته‌ای به رسمیت شناخته شود در برابر دول غربی و در رأس آنها دولت آمریکا حاضر به سازش خواهد بود سخنان روحانی در مورد سوریه و سایر بحرانهای منطقه‌ای نیز بر مواضع آمریکا انطباق داده شده بود روحانی کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه را محکوم کرد و از موافقت دولت این کشور برای از بین بردن زراتخانی شیمیایی و پیوستن به کنوانسیون بین المللی من این سلاحها استقبال کرد. وی گفت آماده است تا در میان معارضان رژیم بس و حکومت سوریه میانجیگری کرده و برای ترد القاعده همکاری کند. روحانی در این سفر دیدارهایی نیز با بعضی از مقامات اروپایی از جمله فرانسوا اولند رئیس جمهور فرانسه داشت تا آنها را از همکاری رژیم جمهوری اسلامی در بحران سوریه مطمئن کند او در دوم میر با خانم کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول نیز دیدار کرد و از نقش او در به اصطلاح مدیریت بحران جهانی تقدیر کرد روحانی در پایان سفر خود و هیئت همراهش به نیویورک در یک کنفرانس خبری بار دیگر بر جهدگیری های خود در م...